نفاق نسبت به آنها نداشتیم. برای احیای دوباره روابط خوب میان تاجیکستان و ایران باید اقدام نوبتی از سوی مقامات ایران گرفته شود. این تاکید خدایبردی خالق نظر رئیس همکنون سابق مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست خبری این نهاد است. نشست خبری مرکز تحقیقات استراتژی با شرکت هیئت رهبری نو و هم سابق برگزار شد و پاسخ‌ها نیز به سوال‌های خبرنگاران از سوی رهبریت نو و سابق داده شد. و البته دیپلمات‌های ایرانی حاضر کوشش کرده شدند که بهبودی مناسبات را نشان دهند، اما بهبودی باید واقعی باشد و این بهبودی البته در امتحان است و ما اطمینان کامل پیدا کرده شدیم. ببینید، یعنی بهبودی در چی است؟ بهبودی پیش از همه در سرمایه گذاری است. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران بعد از این سالهای 16 یکان مثلا مبلغ به جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری نکرده است و خودش را کنار گرفته است. اما رهبریت تازه تعیین مرکز تحقیقات استراتژی مطمئنند که سال نو 2019 سال بهبودی روابط سرد شده تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. احتمال وجود دارد که در امسال سفیران نوی کشورها تعیین کرده شوند. این از آن دلالت میکند که سال 2019 سال مناسبت های خوب میان ایران و تاجیکستان خواهد شد. سال گذشته ملاقات وزیر کارهای خارجی ایران محمد ظریف جوادی با پرزیدنت تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. اما به دنبال این هم تاکنون نرمیش در روابط دوشنبه و تهران احساس نمی شود. همچنان رهبریت سابق مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست در مورد انتقال جنگیان گروه دولت اسلامی به نزدیکی های مرز تاجیکستان نگرانی کردند. با قول آنها در نزدیکی های مرز تاجیکستان در قلمرو افغانستان افزایش شماره جنگیان دولت اسلامی به مشاهده می رسد که وجود تهدیدها به امنیت تاجیکستان را رد نمی کند. متاسفانه آن صحبت هایی که در مورد تجمعی یعنی نیروهای خارجی افراطی در شمال افغانستان و جان دارد. در داخل داعش تعداد زیاد افرادی که در سوریه و عراق بودند که برگشته شدند و یعنی بهوده نیست که حرفای گوناگون که یک زمره از آنها یعنی با هلیکوپترها یا اینکه به اصطلاح چرخبالهای خارجی نامعلوم با قسمت شمالی یعنی انتقال داده میشوند. و این نشست خبری سالانه مرکز تحقیقات استراتژی در حال برگزار می شود که سه روز پیش رهبر و معاونان رئیس این مرکز با فرمانهای رئیس جمهور امامعلی رحمان عوض کرده شد. با جای خدایبردی خالق نظر، دلاور قادرزاده، دکتر علوم اقتصاد و معاونش پرویز محمدزاده تعیین شدند. سیفلو سفروف معاون اول سابق به نفقه گسیل کرده شد و فریده مومینوا نیز از وظیفه معاونی این مرکز آزاد شده، حالا جای کاری من بعدش مشخص نیست. برادر یوسفی، آزادی، دوشنبه.